سلام به شما دوستای با استعداد و باهوش. این هفته باز هم معالی فرزان با درس‌های آموزنده و جالب در خدمت شما قرار دارم. در کنار درس‌های از آموزش زبان انگلیسی در بیولوژی، گاهی اوقات میکروب‌ها میتوانند ما را مریض کنند، ولی ما بعضی از میکروب‌ها را برای سالم ماندن خود با حیوانات آشنا شوید که به چشم نمی بینید، اما نقششان در زندگی ما حیاتی است. آیا می توانید مختصات مکان ربات و مختصات ابزار را تعیین کنید؟ در ریاضی با استفاده از محور اعداد جدول مختصات را چگونه رسم کنیم؟ Je suis extrêmement ému, extrêmement touché et très très fier. و داستان جدایی برنده جایزه صلح نوبل امسال از فرزندانش. خب بریم سراغ درس امروز. در اولین درس این هفته همکارم محجوبه جان همراهتان نحوه خریدن گوشت را تمرین می کند. با استفاده از این درس می توانین که مکالمه های در رابطه به خریدن دیگر اجناس یا کالا هم داشته باشید. سلام، به درس انگلیسی امروز با من محجوبه نوروزی خوش آمدید. امروز پرسیدن نرخ محصولات مورد نیاز خود در یک مغازه را تمرین میکنیم. بیایید ابتدا بشنویم که چگونه به انگلیسی قیمت گوشت را میپرسیم. How much is the meat؟ حالا بیایید گفتن آن را تمرین کنیم. گوش بدهید و تکرار کنید. How much is the meat؟ How much is the meat؟ توجه کردید که بالای برخی از کلمات بیشتر از بقیه تاکید شد. کلمات کلیدی meat و much هستند و بر آنها تاکید بیشتر می شود. در این مثال the, is, how ساکت ترند. توجه داشته باشید که صدای چه در انتهای much با is می پیوندد و مانند how much is به نظر می رسد. به لحن سوالی جمله نیز دقت کنید. How How? How much is? How much is? How much is the? How much is the? How much is the meat? How much is the meat? How much is the meat? خب، حالا شما می توانید بگویید how much is the meat؟ عالی، اما اگر چیز دیگر بخواهید چه؟ بیایید با beans یا لوبیا تمرین کنیم. توجه کردید که با گوشت از بکار رفت، چون گوشت غیر قابل شمارش است، اما لوبیا را می توان شمار کرد. بنابراین ما از آر به جای از استفاده می کنیم. The beans. Much of the beans. How much are the beans? حالا بیایید با رایس یا برنج تمرین بکنیم. The rice. Much is the rice. How much is the rice? حالا با vegetables یا سبزیجات تمرین میکنیم؟ The vegetables. Much are the vegetables. How much are the vegetables? سپس با corn یا جواری تمرین میکنیم. The corn. Much is the corn. How much is the corn? حالا می خواهم ببینم چقدر اسامی محصولات را که به زبان انگلیسی گرفته شد به خاطر می آورید. من نام محصول را به فارسی می گویم، شما آن را در جمله انگلیسی به کار ببرید. لوبیا. How much are the beans? عالی، اکنون شما می توانید به انگلیسی قیمت محصولات مورد نظرتان را در یک مغازه بپرسید. تا درس بعد. آیا می دانستید که در جهان موجودات خیلی مهم وجود دارند که ما به چشم نمی بینیم؟ بله، مایکرو ارگانیزم ها که تنها به وسیله مایکروسکوپ قابل رؤیت هستند. ما این مایکرو ارگانیزم ها را به نام میکروب ها می شناسیم. حالا خواهید گفت که میکروب ها چگونه مفید بوده می تانند؟ میکروب ها به همو اندازه که مضر هستند، مفید هم هستند و در بدن انسان نقش حیاتی را بازی می کنند.
این مبحث در نصاب تعلیمی افغانستان در صنف هفتم درس داده میشه. خب، ما زیاد پر حرفی نمی کنم، بیشتر در گزارش ببینیم و بشنویم. تا موقعی که در قرن 18 میلادی کسی میکروسکوپ را اختراع نکرده بود، مردم نمی توانستند چیزهای بسیار بسیار کوچک موسوم به میکرو ارگانیسم ها را ببینند. آنها کشف کردند که جهان عظیمی از موجودات خرد به نام ویروس ها و باکتری ها وجود دارد. بسیاری اوقات ما به اینها میکروب میگوییم. گاهی اوقات میکروب ها میتوانند ما را مریض کنند، ولی ما بعضی از میکروب ها را برای سالم ماندن خود نیاز داریم. بدون آنها نمیتوانیم غذا را هضم کنیم. این میکروب ها در درون و پیرامون ما وجود دارند. در واقع اگر این میکروب ها در خاک موجود نبودند، غذا نمیتوانست رشد کند. میکرو ارگانیسم ها شاید کوچک باشند، ولی نقش بسیار مهمی در سیاره زمین ایفا میکنند. امید، قوطی لوبیاهایت را همینطوری دور نینداز، باید بازیافت یا ریسایکلش کنی. وقتی بازیافت یا ریسایکل میکنیم، زباله های خود را به صورت مواد مختلف دستبندی میکنیم. خب، قوطی لوبیاهای امید داخل فلزات ریخته می شود و بعد زباله غذا جدا می شود. زباله غذایی ما می تواند در زباله دانی متفاوت ریخته شود. میکرو ارگانیسم ها غذا را تجزیه می کنند و آن را تبدیل به کود کیمیاوی می کنند که می توان از آن برای کمک به رشد گیاهان و سبزیجات استفاده کرد. فلز به دست آمده از قوطی را می توان شست، ذوب کرد و تبدیل به قطعات بزرگ کرد و سپس آن را می شود پهن و صاف کرد و دوباره به شکل محصولات تازه در آورد، مثل قوطی های تازه یا بسته‌بندی ها. از طرف دیگر همیشه می توانید به جای دور انداختن فوری چیزی از آن دوباره استفاده کنید. اینجا دیگر تنها محدودیت شما خلاقیت شماست. فقط دقت کنید که از عقل سلیم استفاده کنید و هر چیزی را قبل از استفاده مجدد بشویید. آدم با بوت و جراب های بویناک راه نمی رود. اگر یادتان باشد، در فصل اول ترسیم جدول مختصات را با استفاده از محور اعداد یاد گرفتیم. حالا در این درس همکارم مرور بر جدول مختصات و پیدا کردن نقاط مشخص بروی جدول مختصات دارد. جدول مختصات در نصاب تعلیمی افغانستان در صنف نهم درس داده میشه و در صنف‌های بعدی هم کماکان ادامه خواهد داشت. برویم و بیشتر یاد بگیریم. سلام به همه شما دانش آموزان ممتاز. امیدوارم برای درس امروز ریاضی آماده باشید. امروز قرار است در مورد موقعیت و جهت درس جالبی داشته باشیم. ابتدا نحوه استفاده از شبکه ها و یا جدول های عمودی و افقی محور ها را یاد میگیریم. شبکه ها یا همان جدول های چهارخانه برای یافتن محور ها، موقعیت چیزی، مثلا یک نقطه، بسیار مفید و کمک کننده هستند. برای نشان دادن موقعیت در یک شبکه از اعداد استفاده می کنیم که بر روی محورهای عمودی و افقی قرار دارند. به این اعداد مختصات گفته می شود. هنگامی که یک جدول چهارخانه می سازیم، باید دو خط داشته باشیم که آنها را محور می نامند. خط افقی را محور X و خط عمودی را محور Y. شبکه ما قبلاً با اعداد مشخص شده و اعداد از 1 تا 5 در امتداد محورهای X و Y قرار دارند. بیاد داشته باشید که 0 باید در نقطه تقاطع هر دو محور باشد و اعداد روی محورها باید از آنجا در جهتهای افقی و عمودی قرار بگیرند. وقتی از یک شبکه برای مختصات و موقعیت یک نقطه استفاده می کنیم، ابتدا عدد محور X و سپس Y را می خوانیم. شما می توانید آن را به این شکل به خاطر بسپارید که همیشه اول از راه رو یا دهلیز راه می روید
و بعداً از زینه ها بالا و پایین می شوید. حالا بیایید که یک بازی انجام دهیم تا ما نشان دهد چگونه می توانیم از موقعیت یا نقطه مشخص برای رسیدن به نقطه یا موقعیت مشخص دیگر استفاده کنیم. مثل نقشه‌خوانی. در این مثال یک ربات دارای مشکلات فنی است و باید ابزاری برای تعمیر خود داشته باشد. آیا می توانید مختصات مکان ربات و مختصات ابزار را تعیین کنید؟ حالا موقعیت ربات را پیدا کنیم. بر روی محور X اعداد 1، 2 و 3 در امتداد سالن بروید. سپس 1، 2، 3، 4، 5 را روی محور Y دریابید. از پله ها بالا بروید. بنابراین ربات در موقعیت 3، 5 است. در مورد ابزار چطور؟ ابزار در نقطه 6 بر روی محور X و در نقطه 1 بر روی محور Y است. بنابراین ابزار در موقعیت 6، 1 قرار دارد. بیایید یک مثال دیگر را کار کنیم. در این مثال دوباره به یک محور کمیات وضعیه نیاز خواهیم داشت. یک شکل روی شبکه رسم شده. اگر از شما بخواهیم که دوباره آن را رسم کنید، به احتمال زیاد آن را دقیق و یکسان رسم نخواهید کرد. ممکن است کمی بزرگتر و یا کوچکتر بیاید یا زاویه های آن کمی متفاوت تر شود. اما با ترجمه یا انتقال شکل می توانیم دوباره شکل را مثل اولش رسم کنیم و دقیقا یکسان باشد. شما فقط به یک خودکار و یا پنسل و یک خطکش نیاز دارید. برای ترجمه یک شکل تعداد مربع‌های بالا، پایین و عرض را برای هر نقطه روی شکل می شماریم. نقطه ای را انتخاب کنید که می خواهید از آنجا شروع کنید. می توانیم به عنوان مثال A نامگذاری کنیم. بیاد داشته باشید که در یک شکل هر کنج یا هر زاویه آن را به یک حرف نامگذاری کنیم تا در هنگام ترجمه و انتقال شکل دچار مشکل نشویم. حالا یک نقطه روی شبکه برای شکل جدید خود انتخاب کنید و یک نقطه بکشید. این نقطه شروع شکل جدید شماست. حالا به شکل A برمیگردیم و مربع ها را از آنجا تا نقطه شروع شکل جدید می شماریم. بنابراین A در مختصات 1، 7 است و با شمارش محور X ابتدا 1، 2، 3 در عرض و 1، 2 در پایین است. بنابراین شکل جدید من از مختصات 4، 5 شروع می شود. حالا به نقطه دیگر از شکل بروید و همان تعداد مربع ها را بشمارید و یک نقطه بکشید. در مختصات 3، 6 من دوباره همین کار را انجام می دهم. از 3 عبور کرده و 2 را پایین می آورم و آن نقطه را روی مختصات 6، 4 قرار می دهم. ما باید این کار را با 2 نقطه آخر نیز انجام دهیم. بنابراین مختصات 3، 4 روی 3 می رود و 2 پایین می آید. می شود 6، 2. در نهایت 1، 5 دارای مختصات جدید 4، 3 است. اینجاست که ما به خطکش نیاز پیدا می کنیم. نقاط ترسیم شده را با هم متصل می کنیم و بررسی می کنیم که آیا شبیه شکل اولی است یا خیر. بله، مثل خودش است. ما از ترجمه برای جابجایی یا انتقال یک شکل با حفظ شکل اصلی استفاده میکنیم. حالا فکر میکنم که همه تان در مورد ترسیم کمیات وضعیه، مشخص کردن موقعیت یک نقطه و انتقال یا ترجمه یک شکل دانش و مهارت کافی پیدا کردین. آفرین، درس امروز را همینجا خاتمه میتیم. ولی شما بیشتر تمرین کنید تا بیشتر و بهتر یاد بگیرین. پس تا درس بعد، بدرود.
در دریچه رویدادهای مهم و جالب یک هفته گذشته را داریم. کاترینا سادورسکا، زن اوکراینی با شنا به عمق 78 متری آب و بدون اکسیژن توانست نفسش را به مدت 3 دقیقه و 15 ثانیه حبس کند و ریکارد جهانی آب‌بازی آزاد را به نام خود ثبت کند. کاترینا 10 سال است که آب‌بازی آزاد را تمرین می کند، اما در این اواخر با گسترش درگیری ها در اوکراین و به ویژه در شهرش خارکیف او با شرایط دشوار مبارزه کرده و توانست که این ریکارد جهانی را به نام خودش ثبت کند. یک چوشه تمساح فوق‌العاده کمیاب در پارک حیات وحش اورلاندو در فلوریدای آمریکا سر از تخم بیرون کرد. مقام‌های این پارک می‌گویند که این چوشه مؤنث که تنها 49 سانتی متر طول دارد، از جمله معدود تمساح‌های لوسیستیک است که تاکنون در این پارک تولد شده است. لوسیستی از جمله انواع کمیاب ژنتیکی است و با انواع تمساح‌های زال یا بیرنگ مطلق فرق دارد. این حیوان چشمان صورتی یا همان گلابی کمرنگ و پوست کاملا بدون رنگ دارد. تا کنون 7 تا از این تمساح‌ها در جهان مشاهده شده اند. هفته گذشته یاد گرفتید که اگر به کافه بروید چگونه نوشیدنی یا خوردنی سفارش می دهید. در این هفته هم همکار ما اصطلاحات در مورد رستورانت را همراهتان تمرین می کند. مثلا اگر بخواید پیش وعده غذای کامل یا هم شیرنی سفارش بدهید به انگلیسی چگونه می گوید؟ پس برویم و یاد بگیریم. سلام، محجوبه هستم. در این قسمت نحوه سفارش دادن غذا در رستوران را می آموزیم. بیایید با گوش دادن به نفری که در رستوران است شروع کنیم. اگر بار اول متوجه نشدید نگران نباشید، بعداً به شما کمک میکنیم آن را تمرین کنید. در حال حاضر فقط بشنوید که این فرد چند وعده غذا سفارش میدهد و این کلمات سوپ یا شوربا، فش یا ماهی، ویجیتبلز یا سبزیجات، چوکلت کیک شکلاتی و ووتر یا آب به شما کمک خواهند کرد. بشنوید. Are you ready to order? Yes, to start I'll have the soup, please. For main, I'll have the fish with vegetables. And for dessert, I'll have the chocolate cake, please. Of course. Anything to drink? To drink, I'll have water, please. شنیدید که آنها سه وعده غذا سفارش دادند. Now shall we look at the language we can use to order in a restaurant? خب، سوال اولی که گارسون پرسید این بود. Are you ready to order? There are only two ways to answer this question. Yes or no? In our conversation, the answer was yes. بیایید دوباره به نحوه سفارش این فرد گوش کنیم. توجه کنید که او چگونه سه وعده غذا را سفارش می دهد. یکی از آنها با دو وعده دیگر متفاوت است. Yes. To start, I'll have the soup, please. For main, I'll have the fish with vegetables. And for dessert, I'll have the chocolate cake, please. آیا متوجه شدید که کدام یک متفاوت بود؟ ما هر وعده غذا را با استفاده از to start یا در شروع for main برای وعده اصلی و for dessert یا برای دیسر معرفی می کنیم. To start یک عمل است، اما main و dessert هر دو اسم هستند. بنابراین ما از for استفاده می کنیم، نه از to. And then you say what you want. Do you remember how? بله. I will have یا من می خواهم. در این مورد ما از I'll با فعل have برای صحبت کردن در مورد یک تصمیم فوری استفاده می کنیم. Yes, decisions in restaurants are usually quite quick. And after I will have, you say the food or drink you want. و دقت داشته باشید که ما معمولاً
قبل از غذایی که سفارش می دهیم از حرف تعریف ده استفاده می کنیم چون به یک مورد خاص در مینیو اشاره می کنیم. Repeat after me. To start, I will have the soup, please. For main, I will have the fish with vegetables. And for dessert, I will have the chocolate cake, please. در مرحله بعدی احتمالاً از شما میپرسند که آیا نوشابه هم میخواهید؟ Anything to drink? Yes, this is short for would you like anything to drink? And how do you answer it? Do you remember? Let's listen again. To drink, I'll have water, please. خب ما از to drink مانند to start استفاده می کنیم. چرا که این یک عمل است و بدنبال آن I will را می آوریم. Great. Now you have learned what to say in a restaurant. It's time for you to practice. ابتدا پیش خدمت از شما می پرسد که آیا آماده سفارش دادن هستید یا خیر. برای اولین وعده غذایتان شما سوپ می خواهید. باید داشته باشید ما در اینجا از for استفاده نمی کنیم و سعی می کنیم مؤدب باشیم. To start, I will have the soup, please. برای وعده دوم شما ماهی می خواهید. یادتان است چی بگویید؟ For main, I will have the fish. شما هم همین را گفتید؟ در نهایت با سوال پیش خدمت با آب پاسخ بدهید و سپس جوابتون را با جواب من مقایسه کنید. Anything to drink? To drink, I will have water, please. Okay, so now you know how to order food and drink in a restaurant. آنچه را که امروز یاد گرفته اید با یکی از دوستان خود تمرین کنید. See you next time. Bye. رسیدیم به بخش الهام بخش این برنامه. هفته گذشته نرگس محمدی فعال حقوق زن ایرانی که 9 سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام ایران زندانی شد برای فعالیت‌هایش برنده جایزه صلح نوبل امسال شد. کودکان دوگانگیش که در این 9 سال مادرشان را ندیده اند به نمایندگی از او جایزه را تسلیم شدند. خانواده نرگس محمدی که حدود 9 سال است در فرانسه در تبعید به سر میبرند در 1 سال و 9 ماه گذشته نتوانستند با او صحبت کنند. حالا یک پیام صوتی خانم محمدی به دست بی بی سی رسیده است. او این پیام را به مناسبت زادروز 17 سالگی فرزندان دوگانگیش فرستاده است. همکار ما این پیام را برای علی و کیانا فرزندان خانم محمدی پخش می کند. واکنش و گفته های این دو را می توانید در این بسته ببینید و بشنوید. اینا زندان اومده؟ Je suis extrêmement ému, extrêmement touché et très très fier. من خوشحال شدم که صدای مامانم رو بعد از 1 سال و 9 ماه دوباره شنیدم. من عادت کردم که مامان نیست. 9 سال
که من و علی شد اومدیم اینجا زندگی بکنیم. مادرمو گرفتن با زور در رو شکستن اومدن خونه، بعدش مادرمو روی زمین کشیدن انداختن توی ماشین بزرگ سیاه، بعدش رفتن. ما هر روز واقعا به مامان فکر میکنیم، هر روز همیشه، هر زمان، هر ثانیه. و ما اگر اینو قبول کنیم، برای اینکه میدونیم که کارهایی که مادر ما داره امروز انجام میده، خب برای واقعیت برای کشورش هستش و برای من و کیانا، که کیانا حقوق توی ایران حقوقش شبیه من باشه. بس این 9 سالی که مادر ما اینجا نیستش میارزه. من خوشحالم برای اینکه مادرم زنده است، این برای من کافیه. Moi, je me sens honorée d'être invitée à cet événement du coup, qui résume beaucoup d'années où beaucoup de militants ont lutté et ont mis leur vie en jeu pour atteindre une liberté, le mouvement Femmes de Liberté, la démocratie et encore plus. آره، ما خاطره بود اگر ایران آزاد بشه و مامان آزاد بشه و این فردایی که ما میخواییم بیرسه، یه مامان تونستیم تا هدفمون اومدیم. بودم بریم بستنی بخوریم اجاشت کشوریم بگیریم. خوبه، به پایان برنامه این هفته میرسیم. خدا کند که این برنامه برایتان آموزنده بوده باشد. برنامه درس را می توانید در وبسایت، فیسبوک و یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید و بشنوید. تکرار این برنامه هم هر شنبه صبح از تلویزیون بی بی سی فارسی فراموشتان نشه. تا برنامه های دیگر و دیدار دوباره، بدرود.